أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعی لنا عند الله. عرض سلام و ادب دارم محضر همه شما برادران و خواهران و عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه. خب ایام فاطمیه چند قول وجود دارد. یکی از قولهای معروف روایت 75 روز بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام که می شود 13 جمادی الاول و روایت دوم 95 روز بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام و می شود 3 جمادی الثانی. اینه که چرا این اختلافات وجود دارد یک بحث دیگری است که در اینجا به اون نمی پردازیم. اما یک فلسفه اون این هست که ما بیشتر به یاد فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم. لذا مؤمنین این ایام که از 3 جمادی الاول تا 13 جمادی الثانی حدود 20 روز دهه اول و دهه دوم نامیدن که انشاءالله همه این 20 روز را ما اختصاص بدهیم به فاطمه زهرا سلام الله علیها و از این معارف گسترده و زیادی را که فاطمه زهرا سلام الله علیها برای ما به یادگار گذاشتن انشاءالله استفاده بکنیم. لباسهای خود را، منزل خود را و برنامه‌های خود را در این روزها تغییر بدهیم و همون حالت محرم را پیدا بکنیم. اگر از بزرگان سوال کردند و شما هم بررسی بکنید و یک مقدار تعمق بکنید میدانید که فاطمیه مهمتر از ماه محرم هست. هر مشکلی که در اسلام ایجاد شد از همین دوران ایام فاطمیه است. اگر فاطمیه نبود کربلا هم نبود. اگر حرمت در فاطمه زهرا سلام الله علیها را نمی شکستاندند هیچ وقت به خیام حرم ابا عبدالله حسین در روز عاشورا هم حمله نمی کردند. لذا اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها را مجروح نمی کردند سر ابا عبدالله حسین علیه السلام را روی نیزه نمی توانستند ببرند. شیعیان و محبین حتی سستی کردند در صدر اسلام که واقعه کربلا اتفاق افتاد و تا الان این مظلومیت شیعه ادامه دارد و تا ظهور حضرت. لذا یکی از وظایف ما در زمان غیبت این است که ما به مجالس فاطمی بپردازیم. مجالس فاطمی مجالس خاصی هست، دعوت شخصی هست. شما میدانید در ماه محرم مجالس پر هست، تعداد زیادی از شیعیان حتی غیر شیعیان و حتی غیر مسلمانان برای عزای امام حسین علیه السلام شرکت میکنند. ولی در ایام فاطمیه عده کمی از شیعیان خالص اونها شرکت میکنند. بیایید و خودمان را جزء شیعیان خالص در این دنیا قرار بدهیم که در آخرت هم وقت ندا میدهند عین الفاطمیون، اونهایی که با فاطمه زهرا سلام الله علیها در دنیا ارتباط داشتند، هزینه کردند، مجلس آمدند، وقت گذاشتند، کجا هستند؟ اینهایی که جزء ایام فاطمیه هستند، جزء کسانی است که در ایام فاطمیه در مجالس شرکت میکنند، زحمت میکشند، هزینه میکنند، اینها بلند میشوند و به عنایت فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد بهشت میشوند. روایات در این رابطه خیلی زیاد است. روایاتی را که سنی و شیعه نقل کرده است و هیچ جای شک و شبهه نیست که پیامبر گرامی اسلام فرمودند کسی که فاطمه را مسرور و شادمان کند من را شادمان کرده است، کسی که فاطمه را غضبناک و ناراحت بکند من را ناراحت کرده است، کسی که من را ناراحت کرده است خدا را ناراحت کرده است. که اینها بحث‌های مفصلی هست که انشاءالله بنده امسال توفیق دارم که همین امروز رسیدم در شهر بریزبن استرالیا در خدمت عزیزان هستیم که مفصل روی اینها باید بحث بکنیم. یک نکته بسیار مهم این هست که بعضی ها خیال میکنند که فاطمیه همون دهه دوم و روایت 95 روز را باید تجلیل بکنیم، در حالی که نه، روایات زیادی دارد که در شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها در 75 روز اتفاق افتاده است.
لذاست که ما از همین روایت 75 روز که 13 جمادی الاول که امسال سال 2024 تقریبا می شود 13 نوامبر تا اون 20 روز بعد که در ماه دسامبر هست و 3 جمادی ثانی، این 20 روز را ما اختصاص بدیم به فاطمه زهرا سلام الله علیها که برکات خاصی دارد. هر چیزی که با فاطمه زهرا سلام الله علیها ربط پیدا بکند اون یک برکت خاصی دارد. از همون تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها ببینید که یک تسبیحی که حدود 2 دقیقه 3 دقیقه بیشتر طول نمی کشد، خداوند عنایتی می فرماید که یکی از اون احادیث این هست، کسی که تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها را بلا فاصله بعد از نمازهای واجب بخواند، خداوند ثواب 1000 رکعت نماز مستحبی را میدهد. چرا؟ چون منسوب هست به فاطمه زهرا سلام الله علیها. پس هر چیزی که منسوب هست به فاطمه زهرا سلام الله علیها یک عنایت ویژه اهل بیت عصمت و طهارت و در رأس اون خدای متعال هست و مزد را خدای متعال میدهد. لذاست هر کسی که میخواهد یک تحول معنوی و یک تحولی در خانواده خودش، در خودش، در جامعه ایجاد بشود، مجالس فاطمیه را قدر بداند که رضایت فاطمه زهرا را اگر ما توانستیم کسب کنیم. بعضی از بزرگان می‌فرمودند کل سال ما منتظر فاطمیه هستیم که حاجات مهم خود را در ایام فاطمیه بگیریم، و برای بنده هم این تجربه ثابت شده است که عنایات ویژه‌ای در ایام فاطمیه برای شخص بنده شده است. علما و بزرگان اهتمام داشتند، حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی، حضرت آیت الله العظما میرزا جواد آقای تبریزی، حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی و سایر علمای بزرگ در روز شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها با پای پیاده از منزلشان می آمدند به حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، که این کار را در ماه محرم انجام نمی دادند. و امروز الحمدلله نه تنها شهرهای ایران، نه تنها شهرهای عراق، بلکه شهرهای دنیا تحول پیدا می کند و مایی که در استرالیا هستیم و مایی که در آمریکا هستیم و مایی که در اروپا هستیم، بیاییم این ایام فاطمیه را تجلیل بکنیم و یک یادگاری بگذاریم که در عالم قبر و قیامت به درد ما بخورد. نکته آخر همین هست که از همه شما عزیزان، خواهران و برادران تقاضامند هستیم که این دهه اول و دهه دوم خود شما برید به مراکز پیشنهاد بدهید و هزینه بکنید و این هزینه را در همون سال شما برکاتش را میبینید. و همچنین در طول این 20 روز وقتی که این مراکز مجلس نداشته باشد، در منزل، در منزلهایتان ایام فاطمیه را درک بکنید. الحمدلله در قم و مشهد و سایر شهرهای مذهبی همه این 20 روز مجلس است و شما می توانید شرکت کنید، ولی در شهرهای مثلا مثل استرالیا، مثل آمریکا، اینها شاید کم رنگ باشد. ما بیاییم این را پر رنگ بسازیم و خودمان را با فاطمه زهرا سلام الله علیها ربط بدیم. روزهایی که، شبهایی که در مراکز بزرگ اسلامی مجلس نیست، بیاییم در خانه مجلس بگیریم. 5 نفر 10 نفر را دعوت بکنیم، یک روحانی را دعوت بکنیم، یک روزخانی را دعوت بکنیم، و اگر روحانی در دسترس نبود، روزخان در دسترس نبود، خود ما هم بلد نبودیم، بیاییم همه را دعوت بکنیم، هیچ عیبی ندارد. یک تلویزیون هایی که الحمدلله همه داریم و با اینترنت هم وصل هست، یک سخنرانی خوبی را انتخاب بکنیم از سخنران های بزرگ مثل حضرت حجت الاسلام و المسلمین، آقای دکتر رفیعی، آقای میرباقری، از این بزرگان را بگذاریم بر روضه های خوب فاطمه زهرا سلام الله علیها که برکت دنیا و آخرت هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.